حریق نمودن 180 تن ادویه و مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت از سوی آمریت غذا و ادویه تخار. مسئولان میگویند آنان این مقدار مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را در دو ماه پسین از اصناف مختلف شهر طالقان جمع‌آوری نموده بودند که با حضور داشت نمایندگان ادارات محلی این ولایت با آتش کشیدند. پیام ما برای او کسایی است که تاجرینی است که برای دوار در ولایت تخار یا کشور ما عزیز ما افغانستان وارد میکنند، کوشش بکنند اجناس با کیفیت و با تاریخ باشه وارد خاک یا کشور ما بسازند و کوشش بکنند که صحت جامعه و ملت مد نظر بگیرند. از ملت و از دکاندارها خواهش مهمی است که همین دوای تاریخ شده را در جای نیارن، از همین خامخا مشکلات و مرضی ها پیدا می شود. در همین حال شمار از عالمان دین و باشندگان تخار از جمع‌آوری ادویه و مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت از سوی مسئولان در این ولایت ابراز خرسندی نموده، تاکید می نمایند که باید از ورود مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت در این ولایت جلوگیری گردد. الله جل جلاله دستاسی د غذا او د ادویه امریت نور هم قوت او دغه ورکی چې همیشه تاسی داسی خدمتونه وکي او داسې تیر سوی خوړو او ادویه مخنیوی نیسی. خاص هر شهروند همی است که باید یک شهری داشته باشیم که در تمام موارد ما مطمئن باشیم، چه از لحاظ دوا چه غذا، چون مردم اکثرت بی سواد هستن، سواد کم دارن، متوجه نمیشن، میرن پول میتن عوضی که دوا بگیرن یا غذا بگیرن برایشان مفید تمام شوه، اگر خدای نخواسته تاریخش تیر باشه برایشان مضر تمام میشه. این در حالی است که چند قبل نیز اداره غذا و ادویه تخار نزدیک به 20 ادویه و مواد خوراکی بی کیفیت را در این ولایت جمع‌آوری و حریق ساخته بود.